بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقسيم وتنظيم قاعدة برای قول مفيد باب اندر حكم طلب باران کردن با ستارگان يكم إن عمل شرك أكبر است كي منازل ستارگان به طلب باران دعا کند یا اعتقاد کند كي آن عمل میکند و حاجت ها را میبرارد دوم شرک اصغر است که آن را سبب اعتقاد کند و این که الله خالق و فاعل است. دلیل یکم الله سبحانه و تعالی می فرماید به جای شکر نعمت قرآن که به شما داده شده آن را دروغ می شمارید. سوره واقعه آیت 82. دلیل دوم از ابی مالک اشعری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در امت من چهار کار جاهلیت است که آنها را ترک نخواهند کرد. فخر به نسب خود، طعنه زدن به نسب دیگران و طلب باریدن باران به ستارگان، نوحه خانی و فرمودند که نوحه خان پیش از وفاتش توبه نکند روز قیامت در حال می خیزد که در تن او جامعه از قیر و زره پوستین خواهد بود. روایت امام مسلم. فرمودند که و دروغ می شمارید، دروغ می شمارید اون که از نزد الله است، حیثیتی که حاصل شدن آن را به غیر الله نسبت می دهید. چورتا یعنی برای حصر نیست، زیرا دیگر چیزها هست که با آن شریکند و پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را از باب حصر علمها و جمع آن به تقسیم و عدد می گویند، زیرا این به فهم قریب می باشد و حفظ را استوار می کند. جاهلیت یعنی پیش از فرستادن پیامبر صلی الله علیه و سلم و مقصد قبیح گرداندن و از آن گریزاندن است و همش جهل و زشت است. آنها را ترک نمی کنند، یعنی در این خبر دادن و حذر دادن است و اقرار کردن نیست. و فرمودند که به شرف پدران فخر کردن، یعنی به شرف مقام عالی که دارد بزرگی و تکبری می کند و فخر به تقاضای الله می شود که از بزرگی و تکبری باز می دارد و هر قدر نعمت های الله بر او زیاد شد اما قدر خاکساریش برای حق و خلق زیاد می شود. فرمودن که در نسب ها طعنه زدن، یعنی اصل انسان را عیب می گیرد، مثل که می گوید تو پسر دباغ هستی. دباغ آن که پوست حیوانات را پاک و دباغی می کند. فرمودن که به ستاره ها طلب باران کردن، یعنی این دلیل است و معنایش این است که باران را به ستارگان نسبت داده می شود. و فرمودن و نوحه خانی، یعنی بر میت با آواز بلند قصدن گریه کردن بر سبیل نوحه خانی. فرمودن برانگیخته می شود، یعنی از قبر. سربال یعنی ازار، قطیران یعنی قیر یا مثل آب کرده شده. جراب بیماری است که در پوست به هر چیزی که در آن میرسد متاثر می شود و معنایش این که همه پوستش جراب می باشد به منزله زره پوش و هرگاه میسی گداخته شده و جراب جمعید بلا زیاد می شود. و حکمت این است که وقت مصیبت را به صبر نپوشان به این پوشانده شد پس جزا از جنسی عمل است. روز قیامت به این نام نهاده شد برای قائم شدن مردم، گواهان و میزانها. مردم یعنی روزی که مردم در پیش پروردگار جهانیان میستند. گواهان یعنی و روزی که گواهان برمیخیزند. میزانها یعنی به ما در روز قیامت ترازی های عدل میگذاریم. دلیل سوم امام بخاری و مسلم از زید ابن خالد رضی الله عنه روایت کردند که او گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیبیه نماز صبح را با ما خواند در حالی که آثار باران شب گذشته وجود داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از خواندن نماز رو به مردم کرده فرمود آیا میدانید پروردگارتون چی گفت؟ صحابگان گفتند الله و رسولش آگاه‌ترند. فرمودند بندگانم در حال صبح کردن که بعضیشان به من مؤمن و بعضیشان کافر شدند. پس کسی که گفت با فضل و رحمت الله باران بارید به من مؤمن گشت و به ستارگان کافر. و کسی که گفت باران به خاطر فلان و فلان ستاره بارید به من کافر گشت و به ستارگان مؤمن شد.
دلیل چهارم امام بخاری و مسلم از حدیث ابن عباس رضی الله عنهما مانند این معنا را روایت کردند و در آن آمده است بعضی آنان گفتند فلان و فلان ستاره کارش را کرد، پس الله تعالی این آیه را نازل نمود سوگند به جایگاه ستارگان تا آخر آیه که آن را دروغ می شمارید. فلا، حرف لا برای تنبیه است به معنای آگاه شو و موقع های ستارگان قسم می خوریم. فایده از قسم خوردن او سبحانه و تعالی با وجودی که او صادق است حاجت به قسم نیست. یکم، این اسلوب عربی است برای تأکید اشیاء به قسم. دوم، مؤمن را یقین زیاد می شود و از زیادت تأکید کننده ها مانع نیست که یقین بنده زیاد می شود. سوم، الله تعالی به عمر بزرگ قسم می خورد که دلالت بر کمال قدرت، عظمت و علم او می کند. چهارم، حالی به آن قسم خورده شده را برداشتن، زیرا الله تعالی قسم نمی خورد مگر به چیز بزرگ. پنجم، به خاطر آن چیزی که قسم خورده شده است و آن اهتمام دادن و اینکه آن به عنایت و اثبات شایسته است. کریم یعنی معنای آن یکم نیکو زیباست، پس از قرآن نیکوتر چیزی نیست. دوم، بسیار عطا کننده، اهلش را از خیرهای دینی و دنیوی و جسمی و قلبی عطا میکند. فرمود که در کتاب پوشیده یعنی لوح محفوظ یا صحیفه هایی که در دست ملائکه هاست، فرمود که جز پاکان در آن دست نمیزنند، یعنی ملائکه ها در این اشارت به این است که کسی قلبش را از معصیت ها پاک کند قرآن را بهتر میفهمد. فرمود نازل شده یعنی در این یکم این است که قرآن برای همه خلق و عمومی بودن رساله اش نازل شده است. دوم، قرآن از طرف پروردگارشان نازل شده است و هرگاه اینچنین باشد پس آن حکم در بین آنان حاکم بر آنان است. سوم، نازل شدن قرآن از کمال پروردگاری الله است، دانسته شد که قرآن رحمت برای بندگان است. چهارم، قرآن کلام الله است، نازل شده و غیر مخلوق است. فرمود که دروغ می حسابید، یعنی می ترسید که برای شما شایسته نمی باشد. برای کسی که قرآن دارد شایسته است که به آن آشکار و سخن کند. و فرمود و روزی خود را در دروغ حسابیدن آن قرار می دهید، یعنی به جای شکر روزی خود آن را دروغ می شمارید. این از بیعقلی است. مسئله های این موضوع: یکم، تفسیر آیت سوره واقعه و به جای شکر روزی خود رازق را دروغگو میکنید. دوم، ذکر چهار کار جاهلیت: به شرف پدران فخر کردن و در نسبها طعنه زدن و به ستارگان طلب باران کردن و نوحه خوانی. سوم، کفر بودن بعضی این چهار عمل: طلب باران کردن و طعنه زدن و نوحه خوانی. چهارم، بعضی از نوعهای کفر انسان را از دایره اسلام خارج نمی کند و آن طلب باران کردن به منزله های ستارگان بعضی اش کفری از دایره اسلام خارج کننده است و بعضی اش کفری اصغر است. پنجم، الله تعالی فرمود بعضی بندگانم به من مؤمن و بعضیشان کافر شدند. به سبب نازل شدن نعمت بعضی مؤمن و بعضی کافر می شوند، یعنی هرگاه به انسان نعمت رسد واجب است آن را به سوی اسبابش جز الله اضافه نکند. ششم، در اینجا به ایمان اهمیت دادن مهم است، یعنی آن را به سوی فضل الله و رحمت او نسبت دادن است. هفتم، در اینجا اهمیت دادن به کفر مهم است، یعنی به نسبت دادن آن به سوی منازل ستارگان. هشتم، معنای فلان و فلان ستاره راست گفته است چیست، یعنی در اجرا و وعده آن. نهم، استاد برای فهماندن شاگرد از روش سؤال استفاده برد، از روی گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا می دانید پروردگارتان چی گفت؟ یعنی این از موجب حاضر کردن دلهای آنهاست و این از نیک تعلیم دادن او صلی الله علیه و سلم است. دهم، وعده عذاب سخت برای نوخان، یعنی جامعه از قیر و زره پوستین خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.